لندن است، رادیوی بی بی سی. این چشم‌انداز بامدادی است در ساعت 7 بامداد تهران، 8 در کابل و 8:30 در دوشنبه در روز چهارشنبه 14 اسفند 4 مارس. داریوش رجبیانم. بازارهای جهانی زیر سایه کووید 19 تا دقایقی دیگر تازه‌های مربوط به این ویروس جهانگیر را مرور خواهیم کرد. گفتگوی زنده هم خواهیم داشت. عفو بین‌الملل از کشته شدن کودکان در اعتراضات آبان ماه ایران می‌گوید. بر اساس مستنداتی که در این گزارش گردآوری شده، دست کم 23 کودک در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. در این لحظات سرنوشت نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا رقم می‌خورد. پوشش زنده خواهیم داشت و یک استعداد ریاضی شگفت انگیز در افغانستان. 750 ضرب در 26 19500. تازه ترین خبرهای جهان از محمد صباحی. پیش از همه تایید کننده برنامه. درود بامدادتان خوش. چیلی و آرژانتین جدیدترین کشورهایی هستند که از مشاهده ابتلا به ویروس کرونا در کشورشان گزارش دادند. در ایتالیا تعداد درگذشتگان در 24 ساعت گذشته با 50% جهش به 79 نفر رسیده. اما ایران هم دیروز شاهد جهش 55% در تعداد مبتلایان به کرونا بود. آن هم در یک روز. وزارت بهداشت ایران از مرگ 77 تن و از افزایش شمار مبتلایان به حدود 2400 تن تا صبح دیروز خبر داد. در آمریکا رأی‌گیری برای انتخاب نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آینده در 14 ایالت آمریکا در جریان است. نتایج رأی‌گیری درون حزبی امروز که به ابر سه‌شنبه یا سه‌شنبه بزرگ معروف است، در تعیین نامزد نهایی دموکرات‌ها نقش بسیار مهمی دارد. تا هفته گذشته برنی ساندرز سناتور چپگرای دموکرات پیشتاز این حزب بود، ولی بخت جو بایدن معاون اوباما در دوران ریاست جمهوریش با برنده شدن رأی‌گیری در کارولینای جنوبی اوج گرفته. خشاره جنیدی گزارش می‌دهد. شمارش آرا در ایالت‌هایی که رقابت‌های درون حزبی سه‌شنبه بزرگ در آنها به پایان رسیده در حال انجام است. نتایج اولیه بیانگر پیشتازی جو بایدن در ایالت‌های ویرجینیا، کارولینای شمالی، آلاباما و تنسی است. برنی ساندرز توانسته در ورمانت و کلرادو پیشتاز شود. مشخص شدن نتیجه ایالت‌های مهمی چون تگزاس و کالیفرنیا برای کاندیداها بسیار مهم خواهد بود. اخبار جهان را از بی بی سی فارسی میشنوید. دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و مذاکره کننده ارشد گروه طالبان درباره توقف خشونت‌ها در افغانستان صحبت کرده است. آقای ترامپ دقایقی بعد از این گفتگو در حیات کاخ سفید به خبرنگاران گفت که گفتگوی خوبی با طالبان داشته است. در همین حال دولت افغانستان که نقش مستقیمی در مذاکرات آمریکا و گروه طالبان نداشته، گفته که پس از پایان آتش بس موقت بیش از 20 نفر در درگیری با این گروه شبه نظامی کشته شده اند. مروه امینی از سخنگویان وزارت کشور افغانستان به بی بی سی گفته افراد کشته از بین نظامیان و غیر نظامیان بودند. تا 24 ساعت گذشته طالبان در 16 ولایت کشور 33 حمله داشتند که در نتیجه آن 6 تن از افراد ملکی شهید، 14 تن زخم برداشتند و 2 تن از خیزش های مردمی را هم شهید ساختند. و سازمان عفو بین‌الملل میگوید که دست کم 23 کودک و نوجوان در ناآرامی‌های آبان ماه گذشته در ایران به دست نیروهای انتظامی کشته شدند. در گزارش این سازمان آمده که این 23 کودک در طی 3 روز و در 13 شهر از 7 استان این کشور با شلیک گلوله از پای درآمدند. در اواخر آبان ماه گذشته به دنبال گران شدن ناگهانی قیمت بنزین، اعتراض‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران رخ داد که در جریان آن شماری کشته و بازداشت شدند. درود بر همراهان چشم‌انداز بامدادی در روز چهارشنبه 14 اسفند 4 مارس. فقط عدد 4 ماهی از سر شد و مکرر که به فال نیک بگیریم. داریوش رجبیانم از رادیو بی بی سی در لندن با آرزوی روز و روزگار نکو به تک تک شما. کرونا است که این روزها بر سرخط خبرهای جهان نشسته و هر روز و هر ساعت خبرهای تازه‌ای از آن به دست می‌رسد. ظرف 24 ساعت گذشته ایتالیا از جهش 50% در شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 خبر داده. 79 تن در این کشور بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. بیش از 2200 تن هم گرفتار این بیماری شدند. در آمریکا با مرگ 3 تن دیگر در ایالت واشنگتن، شمار جان باختگان کرونا در این کشور به 9 تن رسیده. شمار مبتلایان به این ویروس در آمریکا از مرز 100 تن گذشته است.
در حالی که بازارهای سهام جهانی بدترین روزهای دو دهه گذشته را در پی گسترش ویروس کرونا سپری می‌کنند، بانک جهانی خبر داده که برای کمک به کشورهای در حال توسعه‌ای که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با مشکل روبرو شده‌اند، بودجه کمکی معادل 12 میلیارد دلار در نظر گرفته است. پیش از پرداختن به وضعیت کرونا در ایران، نگاهی به نقشه کرونا در جهان بیاندازیم با همکارم مهرنوش پورزیایی در واشنگتن. بانک جهانی گفته است کمک به کشورهای فقیرتر را که در خطر بیشتری هستند در اولویت قرار خواهد داد تا بتوانند با ویروس کرونا مقابله کنند. این ویروس تاکنون در بیش از 70 کشور جهان پخش شده و دیوید مالپاس رئیس بانک جهانی به بی بی سی گفته این نهاد بین‌المللی تلاش دارد با این کمک انتقال ویروس را محدود کند. بانک جهانی تعهد کرده 12 میلیارد دلار به کشورهایی که باید نظام درمانیشان را برای مقابله با ویروس کرونا تقویت کنند کمک کند. قسمتی از این کمک نیز برای همکاری با بخش خصوصی کشورها جهت مقابله با تبعات اقتصادی گسترش ویروس کرونا است. نیمی از این کمک از سازمان همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی می‌آید که با بخش خصوصی همکاری می‌کند. رئیس بانک جهانی در کنفرانسی خبری گفته این سازمان منابع خود را با توجه به تغییر وضعیت با شرایط تطبیق خواهد داد. در آمریکا نیز بانک مرکزی برای مقابله با تبعات اقتصادی ویروس کرونا بدون برنامه‌ریزی قبلی و به طور ناگهانی نرخ سود بانکی را 0.5% کاهش داده و در بیانیه‌ای اعلام کرده ویروس کرونا تهدید فزاینده‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی است. آخرین باری که آمریکا به طور ناگهانی نرخ سود را تا این حد کاهش داده بود، به دوران بحران اقتصادی جهان در سال 2008 میلادی باز می‌گردد. روز سه‌شنبه ارزش شاخص داو جونز علی‌رغم کاهش نرخ بهره میان بانکی در آمریکا باز هم کاهش داشت. تاکنون بیش از 92 هزار نفر در سراسر جهان به ویروس مبتلا شدند که بیش از 80 هزار نفرشان در چین بودند. بیش از 3000 نفر جان خود را بر اثر این ویروس در جهان از دست دادند. همزمان وزرای بازرگانی 7 کشور صنعتی بزرگ جهان گفتند برای اقدام مناسب جهت کنترل تبعات اقتصادی ویروس آماده‌اند. در آمریکا مایک پنس معاون ریاست جمهوری که مقام مسئول در مدیریت واکنش به بحران کرونا است اعلام کرده دولت محدودیت‌ها را درباره کسانی که می‌توانند تست کرونا بدهند لغو خواهد کرد. در پی انتقادهای شدید به محدودیت تست کرونا در آمریکا در هفته‌های اول، دولت فدرال وعده داده که آزمایش این ویروس را گسترده‌تر می‌کند. با وجود این، مقام‌های درمانی آمریکا می‌گویند نیاز به آزمایش کماکان بسیار بیشتر از ظرفیت بخش‌های درمانی است. برخی شرکت‌های تجهیزات پزشکی که در حال طراحی تست برای کرونا هستند گفتند هنوز هم هفته‌ها با نهایی شدن محصول خود فاصله دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت ممکن است دولت این کشور سفر به مناطقی که نرخ بالای آلودگی به ویروس دارند را محدود کند، ولی هنوز محدودیت برای سفرهای داخلی در آمریکا در نظر گرفته نشده. روز سه‌شنبه تعداد مبتلایان به ویروس در آمریکا باز هم افزایش پیدا کرد و 3 نفر دیگر در ایالت واشنگتن در غرب آمریکا بر اثر این ویروس جان باختند که تعداد قربانیان را در این کشور به 9 نفر می‌رساند. این از وضعیت امروز کرونا در جهان بود. مهرنوش پورزیایی از واشنگتن گزارش می‌داد. اما در ایران هم دیروز شاهد جهش 55% در تعداد مبتلایان به کرونا در یک روز واحد بودیم. وزارت بهداشت ایران از مرگ 77 تن و از افزایش شمار مبتلایان به حدود 2400 تن تا صبح دیروز خبر داد. شرح اوضاع در ایران را از همکارم فرینه عاصمی بشنویم. افزایش چشمگیر و روز به روز موارد ابتلا به کرونا حتی در آمار رسمی. وزارت بهداشت در تازه ترین آمار خود تعداد مبتلایان را در سراسر ایران 2336 نفر اعلام کرده. 77 نفر هم تا کنون جان خود را از دست دادند. در این میان وزارت بهداشت میگوید 435 نفر بهبود پیدا کردند. منابع غیر رسمی میگویند آمار احتمالاً بیشتر از این است. تهران با 1043 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را در سراسر ایران دارد. در قم 253 نفر به کرونا مبتلایند و در گیلان 218 مورد ابتلا گزارش شده. 28 استان ایران درگیر کرونا هستند. هنوز موردی در بوشهر، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی گزارش نشده. رئیس دانشگاه بودم. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس ایران عددهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت را واقعی ندانسته و گفته آمار این وزارتخانه تمام آنهایی نیست که گرفتار کرونا هستند، چون هنوز خیلی از بیماران شناخته نشدند.
آقای پزشکیان که خود دکتر است گفته اگر جای وزارت بهداشت بود روز اول قم را قرنطینه می‌کرد و به این وزارتخانه توصیه کرده دستوری، قاطع و نظامی با کرونا برخورد کند. بسیج 300 هزار نفری به در خانه ها که از طرف وزارت بهداشت مطرح شده و با انتقادهای همراه شده بود، سعید نمکی وزیر بهداشت را مجبور کرد درباره آن توضیح بیشتری دهد. ممکنه در یک محله در هزاران خانوار شاید دو مورد اینجوری داشته باشیم و اونم کاملا پس از طی یک سری مقدمات و مراحل و ارتباطات و تاییدیه های دو طرف و اعلام کد و شناسه واحد که طرف هم وقتی میره اونجا باید کد و شناسه رو طرف کاملا در جریان باشه. شیوع کرونا در زندان ها و پادگان ها از موضوعاتی است که نگرانی های زیادی به وجود آورده. در روزهای گذشته چند زندانی به مرخصی آمدند و آنطور که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفته این روند ادامه خواهد داشت. بیش از 54 هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. خانم نازنین زاغری ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر میبره. فضا سازی شد، دیروز همیشون با خانوادهش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستند، اصلا در زندان نیستند و یه نفر دیگرشون هم مقدمات اعطای زمینی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرن، مقدمات اعطای مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد. به گفته حسین پورمند، مدیر کل قضایی و اجرای احکام سازمان زندانهای ایران، در سال 97 تعداد زندانیان در ایران 190 هزار نفر بوده. بر اساس این آمار، حدود 30% زندانیان به خاطر شیوع کرونا به مرخصی خواهند آمد. دیروز تصاویری از درختکاری آیت الله خامنه ای منتشر شد. تصاویری غیر معمول تحت تأثیر ویروس کرونا، با دستکش یک بار مصرف و بدون حضور نزدیکان در اطرافش و توصیه به رعایت بهداشت. در مورد پیشگیری، در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط زندگی و آلوده نکردن اینها و جلوگیری از آلوده شدن اینها، دستورهایی که مجموعه متخصص و کارشناس میدن، اینها رو باید عمل کرد. و ستایش نحوه اطلاع رسانی در ایران، در حالی که ایران به پنهانکاری درباره اعلام آمار دقیق قربانیان ویروس کرونا متهم است. بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن، نمیگن. ما مسئولینمون با صفا و صداقت، با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردن، مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود. عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس ایران از مثبت بودن تست کرونا 23 نماینده مجلس خبر داده، مجلسی که از بیم گسترش کرونا تعطیل شده. کووید 19 جان خیلی ها را گرفته، زندگی خیلی ها را سخت کرده، بسیاری را خانه نشین یا بستری در بیمارستان کرده، خیلی ها را هم ترسانده. اما پرستاران و پزشکانی که با دانش و مهارتشان به جنگ ویروس کرونا رفتند، روحیشان را از دست ندادند. فرین آسمی بود با نگاهی به وضعیت کرونا در ایران تا کنون. برای بررسی موضوع با اردوان روزبه هستیم، روزنامه‌نگار آسیب شناسی اجتماعی در واشنگتن آمریکا. شب شما بخیر آقای روزبه. جهش ناگهانی 55% تعداد مبتلایان به کرونا در ایران در عرض یک روز رو چطور به نظر شما میشه توضیح داد؟ آیا اوضاع بدتر شده یا آمار داره به وضعیت واقعی نزدیکتر میشه؟ سلام به شما و همه همراهان برنامه‌تون. به نظر من اوضاع به این معنا بدتر نمیشه، راستش داریوش. من اعتقاد دارم که آمار داره دقیق‌تر میشه. در مراحل اولیه متأسفانه تست‌ها به صورت جدی انجام نشده، در خیلی از موارد تست‌ها غلط بوده و همچنین به دلیل عدم امکانات لازم برای گرفتن تست کووید 19 خیلی از عددها عددهای واقعی نبوده. در حال حاضر با توجه به اینکه بحران به صورت جدی داره دامنگیر میشه و کشور رو داره در می‌نورده، من فکر می‌کنم دقت بیشتری داره انجام میشه و از تست‌ها داره بیشتر استفاده میشه و آمارها داره دقیق‌تر میشه. باور ندارم که این به معنای واقعی کلمه در 24% یک رشد 50% داشته باشه، بلکه میزان دقتش داره افزایش پیدا میکنه. و این موضوع دقت در آمارها در خود ایران هم مطرح شده. در مورد آمار اعلام شده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم شک و تردید وارد کرده، گفته که این آمار نمیتونه درست و واقعی باشه. مسعود پزشکیان که در گذشته خودش وزیر بهداشت ایران بود، گفته که امکان تشخیص دقیق شمار بیماران وجود نداره و تست
همه افراد مشکوک انجام نشده. با این وصف به نظر شما دامنه شیوع کرونا در ایران چقدر گسترده میتونه باشه؟ برخود چیزی که مهمه، همون جوری که این وزیر اسبق بهداشت اشاره کرده، چیزی که مهمه اینه که متاسفانه به خاطر برخوردهای سیاسی مسئله کرونا به عنوان یک مسئله تکنیکی و علمی و پزشکی باشت الان برخورد نشده. علارغم اشاره که آیت الله خامنه ای کرد در ارتباط با مسئول ایران کاملا شفاف برخورد کردن با مسئله، به نظر من شفاف برخورد نشده. فراموش نکنید که علارغم هشدارها ایران هنوز بعد از اینکه یوان در بحران بوده و چین کشور خطرناکی به لحاظ گسترش بیماری بوده، ایران پروازهای مختلفی از طرف ماهان داشته. از طرفی وقتی که قم به عنوان مرکز انتشار ویروس کووید 19 مطرح شده، مسئولین حتی حاضر به قرنطینه نشدن و اکثر کسانی که در ایران در حال حاضر این بیماری داشتن نشد گرفته از قم هستش. اینها نشون میده که این برخوردها برخوردهای اصولی نبوده تا الان و این مسیر میتونه ادامه پیدا کنه. تا زمانی که این برخوردها علمی نشه به نظر من هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد. برخوردها با مسئله ویروس بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی بهداشتی، پروتکل‌های علمی باید انجام بشه و نباید سیاست زده باشه. همونجوری که اشاره کرده امروز آقای پزشکیان، حتی اگر در وهله اولیه برخورد نظامی هم میشده خارج از قاعده نبوده و به کنترل بیماری کمک میکرده. من فکر میکنم در صورت همکاری مردم، رعایت بهداشت و همچنین برخورد علمی با این مسئله، ممکنه ما بتونیم شاهد باشیم همونجوری که در یوان و در چین این رشد تقریبا داره به یک مرز متعادلی میرسه، در ایران هم بتونیم رشد بیماری رو کنترل بکنیم. در مورد اینکه به قول شما این مسیر میتونه ادامه پیدا بکنه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه هم صحبت‌های کرده. دکتر محمود رضا مرادی گفته که کرونا از 25 اسفند ماه به اوج خود میرسه و تا پایان تعطیلات نوروز هم ادامه خواهد داشت. چرا از 25 اسفند به نظر شما؟ به نظر میرسه این اظهار نظر ایشون بیشتر به جایی که یک اظهار نظر علمی باشه، یک اظهار نظر فردی است، به دلیل اینکه با شرایطی که ما در حال حاضر هنوز واقعا نمیدونیم در ایران چه میزان افراد آلوده هستن و از طرفی متاسفانه آمار و اطلاعات دقیقی به لحاظ رهگیری بیماری و همچنین میزان غربالگری که ما کرده باشیم بتونیم به صورت عدد تقریبا نزدیک به یقین بتونیم بگیم چه تعداد داریم، این تاریخ دادن به نظر میرسه که یک نظر شخصی است تا یک نظر علمی، به دلیل اینکه هنوز کسی به صورت دقیق نمیتونه بگه. فراموش نکنید درست در روزهایی که ما راجع به تعداد افراد صحبت میکردیم، به یک باره با یک غربالگری جدیدتر 50% این رشد داشته. اینکه ایشون چجوری تشخیص داده که 25 اسفند آمار اوج پیدا میکنه و تا پایان عید بهش میرسه، به نظر من بیشتر نظر فردی است تا نظر علمی. خب پس چه باید کرد آقای روزبه؟ فکر میکنین که دولت الان با این وضعیت که الان وجود داره چه کار باید بکنی که نکرد؟ کوتاه‌تر. مهمترین مسئله ای که وجود داره این استش که دولت باید در واقع فرایند ارتباط مردم و دولت باید افزایش پیدا کنه. این صداقت باید حاکم بشه و مردم باور کنن که دولت آمارها و اطلاعاتی داره در اختیارشون میذاره به روز و راست هستش. از یک طرف شما فراموش نکنید که ما مسئله آموزش رو باید جدی بگیریم و باید کنترل کنیم بیماری رو. مسئله کنترل بیماری ربطی به حرم حضرت معصومه، حرم حضرت امام رضا یا هر حرم دیگه‌ای نداره. این مسئله که ما تصور بکنیم دین میتونه چنان مقدس باشه که جلوی بیماری بگیری، تصور غلطی است که در بدنه حاکمیت وجود داره. بدنه حاکمیت با برخورد علمی میتونه کمک کنه که ما با کاهش چشمگیر گسترش کووید 19 روبرو بشیم. اردوان روزبه، روزنامه‌نگار آسیب شناسی اجتماعی در واشنگتن آمریکا، سپاس فراوان از حضور شما در چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. حالا ببینیم که روزنامه‌های صبح امروز تهران چه نگاهی به موضوع کرونا دارند با فرشته قاضی در آتلانتا آمریکا. بررسی روزنامه های امروز تهران رو در بخش اول شروع میکنیم با شروط گذر اقتصاد از بحران کرونا از جهان صنعت. کرونا و اقتصاد کشور از سیاست روز و کرونا و کمک های بین المللی از اعتماد. که همه این مطالبی که گفتید خانم قاضی مربوط به کرونا هست، ولی روزنامه جهان صنعت از بعد اقتصادی به موضوع نگاه کرده. شروط گذر اقتصاد از بحران کرونا چه میگه؟ وحید شقاقی شهری گسترش ویروس کرونا رو بدترین اتفاق ممکن برای صاحبان کسب و کار و بنگاه‌های تولیدی دونسته و به خصوص صنعت گردشگری، و نوشته که صاحبان مشاغل و کسب و کارهای خرد
بخش زیادی از کالایی که قراره در اسفند و فروردین به بازار عرضه کنن و از ماها قبل خریداری در انبارها نگهداری میکنن، اما شیوع ویروس کرونا شوک بزرگی به بدنی فعالیت‌های تولیدی آورده، به طوری که بخش زیادی از مشاغل به حالت نیمه تعطیل در اومدن و دچار ضرر و زیان شدن. در چنین شرایطی به اعتقاد نویسنده، دولت برای حمایت‌های لازم از صاحبان مشاغل باید میزان زیان‌های وارده را اولویت بندی و همچنین نظام بانکی و مالیاتی هم اقدامات حمایتی لازم را انجام بدن. مطلب بعدی هم از زاویه اقتصادی به موضوع کرونا نگاه کرده، از روزنامه سیاست روز، جزئیاتش چیه؟ روزنامه سیاست روز شیوع ویروس کرونا رو یک جنگ بیولوژیک علیه چین دونسته و محمد صفری در سرمقاله این روزنامه نوشته آمریکا تونسته تأثیر منفی خود رو بر اقتصاد چین بگذاره و ایران هم در این میان وضعیتی به مانند چین پیدا کرده. آمریکا سالهاست ایران رو تحریم اقتصادی کرد تا بتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره و شرایط کرونا مطلوب آمریکا و ترامپ، چرا که این بیماری باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی در ایران شده. تعطیل و نیمه تعطیل بودن کشور به خاطر ویروس کرونا به اعتقاد سرمقاله نویس سیاست روز باعث شده کسب و کار رونق نسبی سابق خود رو نداشته باشه و حتی خیلی ها به فکر تعطیل کردن کسب و کار خود بیفتن. در چنین شرایطی نیاز هست که چرخ تولید با سرعت بیشتری حرکت بکنه که مستلزمش این هست که فضای هراسی که از ویروس کرونا در جامعه ایجاد شده کاسته بشه. و ما با بروز بحران کرونا، موضوع کمک‌های بین‌المللی هم طرح شده، روزنامه اعتماد چه نگاهی داره به این موضوع؟ کوروش احمدی در این روزنامه به اعلام آمادگی ترامپ برای کمک به ایرانیان در مورد کرونا اشاره کرده و نوشته که البته اگه آمریکا اندک حسن نیتی برای کمک به مردم ایران داشت، حداقل کاری که میتونست انجام بده این بود که معافیتی برای انتقال بخشی از پولهای ایران از کشورهای آسیایی به کانال مالی سوئیس انجام بده که تاکنون انجام نداده. اما هرچند واکنش سرد و منفی وزارت خارجه ایران در قبال اعلام آمادگی آمریکا برای کمک قابل درکه، اما این واکنش الزاماً موضع درستی نیست. به نوشته آقای احمدی، بحران کرونا بحران خاصیه با مخاطرات خاص و نامعلوم و با توجه به همکاری‌های دو کشور در گذشته در شرایط مشابه، یعنی ایران و آمریکا، از جمله ایجاد بیمارستان صحرایی توسط آمریکا در جریان زلزله بم، حالا هم واقع بینی در ارتباط با بحران کرونا ایجاب می‌کنه که حتی در صورت نبود آمادگی برای دریافت کمک‌های مستقیم از دولت آمریکا، همکاری با نهادهای تخصصی و غیر دولتی آمریکا مد نظر قرار بگیره. خب اینم نگاه روزنامه صبح امروز تهران بود به معضل کرونا، عمدتاً از زاویه اقتصادی. اما از شما که شنونده یا بیننده برنامه هستین، انتظار داریم که هرچه نظری در این مورد دارین برامون بفرستین و از هر زاویه‌ای که به موضوع کرونا نگاه بکنین پذیراش هستیم و در مورد موضوعهای دیگری هم که در برنامه پخش خواهد شد چشم‌براه دیدگاه های شما هستم، از جمله از لقمان، سید حسین و هاشم و نسرین و زرافشان و رضا و قربان و بابر رو میبینم، تعداد دوستان خیلی زیاد هست، عزیزه و دیگران. چشم راه دیدگاه شما هستم. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. با یک خبر تازه به رویدادهای آبان ماه ایران برگردیم. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود درباره ایران که ساعتی پیش در دسترس عموم قرار گرفت میگوید که دست کم 23 کودک و نوجوان در نارامی های آبان ماه گذشته به دست نیروهای انتظامی کشته شدند. در این گزارش آمده که این 23 کودک در 13 شهر در 7 استان ایران و در فاصله 3 روز کشته شدند. در اواخر آبان ماه گذشته به دنبال گران شدن ناگهانی قیمت بنزین، اعتراض های گسترده ای در شهرهای مختلف ایران رخ داد که در جریان آن شماری کشته و بازداشت شدند. دولت هنوز آمار دقیقی از شمار کشته شدگان منتشر نکرده، اما به گفته عفو بین الملل بیش از 300 تن در این نارامی ها جان باختند. جزئیات گزارش تازه عفو بین الملل را از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل جویا شدم.
بر اساس مستنداتی که در این گزارش گردآوری شده، دست کم 23 کودک در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. گروه سنی اونها در 22 مورد بین 12 سال تا 18 سال بوده و همه این افراد پسر بودند، و در یک مورد هم گزارش شده که یک دختر بین 8 تا 12 سال توسط نیروهای امنیتی در ماه شهر کشته شده. اکثر این موارد مرگ در روزهای 25 و 26 آبان ماه صورت گرفته و این خودش به خودی خود حاکی از اینه که نیروهای امنیتی به چه کشتار وسیع و سریع دست زدن تا اعتراضات رو به سرعت سرکوب بکنن. موارد مرگ مربوط به 13 شهر در 7 استان در نقاط مختلف کشور میشه که یک بار دیگه ابعاد گسترده سرکوب خونینی که مقامات ایرانی برای سرکوب اعتراضات آبان ماه به جریان انداختن رو نشون میده. آیا عفو بین الملل مشخص کرده که این 23 کودک و نوجوان در میان معترضان بودند اون روزا؟ بر اساس اطلاعات عفو بین الملل به طور کلی جانباختگان اعتراضات آبان ماه شامل معترضین و رهگذران می شده، و با توجه به اینکه در بسیاری موارد ما ویدیوی از اون صحنه درگیری رو نداریم، با قطعیت نمیشه گفت که این افراد آیا رهگذر بودن یا شرکت کرده بودن در اعتراضات. در چند مورد از این موارد کودکان خانواده های اونها اعلام کردن که بچه های اونها در راه برگشت از مدرسه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن، و در صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران هم گزارشاتی مبنی بر همین ادعا منتشر شده که افرادی که کشته شدن در و کودکانی که کشته شدن در اعتراضات شرکت نداشتن. ولی صرف نظر از اینکه اونها معترض بودن یا رهگذر، تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که همه جانباختگان غیر مسلح بودن، و بنابراین استفاده نیروهای امنیتی از سلاح‌های گرم علیه این افراد کاملا غیرقانونی بوده و میتونه مصداق قتل یا همون اعدام فراقضایی مطابق قوانین بین‌المللی باشه. خانم بحرینی، با توجه به شرایطی که بر ایران حاکم هست این روزها، چطور تونستید اطلاعات این گزارش رو جمع‌آوری کنید؟ دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار بوده و تحقیقات عفو بین الملل همچنان هم ادامه داره. برای تهیه این گزارش عفو بین الملل موفق شد که با تعدادی از خانواده های جانباختگان یا شاهدان عینی یا دوستان و اقوام و بستگان و همسایه های جانباختگان صحبت کنه. در 10 مورد از 23 مورد تحقیقات ما بر اساس اطلاعاتی که از این منابع مستقیم به دست آوردیم. در باقی موارد عفو بین الملل از همکاری فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران در داخل و خارج ایران برخوردار بوده و اطلاعاتی که از سوی این افراد از سوی این فعالین دریافت کرده رو با یکدیگر مطابقت داده و همینطور با تک تک این افراد صحبت کرده تا ببینه که منابع اونها چه کسانی هستن، و در خیلی موارد منابع این افراد هم بستگان و اقوام و همسایگان و شاهدان عینی بودن، ولی به دلایل امنیتی امکان تماس مستقیم عفو بین الملل با اونها برقرار نبوده. عفو بین الملل برای تایید سن کشته شدگان از مدارکی مثل گواهی فوت و جواز دفن استفاده کرده، و همینطور سنگ قبر جانباختگان که در واقع تاریخ مرگ و تولد روی اون ذکر شده، و همینطور اعلامیه های جانباختگان که در 2 مورد این اعلامیه ها به روشنی ذکر می کردن که جانباخته نوجوان بوده. رها بحرینی بود، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین الملل، که در گزارش اخیر خود می گفت که در اعتراضات آبان ماه ایران 23 کودک کشته شدند. باز هم خبرهایی داریم کوتاه از ایران در یک نگاه با نازنین جاوید. با ادامه شیوع ویروس کرونا در ایران و افزایش تعداد مبتلایان و جانباختگان در این کشور، خبرگزاری‌ها از احداث بیمارستان‌های صحرایی در قم و قزوین خبر دادند. در قزوین مسئولان از تعطیلی کامل مجالس جشن و عروسی گفتند، اما یکی از ساکنان کاشان می‌گوید تغییر ویژه‌ای در رفتار روزانه این شهر و شهروندان آن نمی‌بیند.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، از ورود آتش نشانان تهرانی برای انجام اقدامات پیشگیرانه و پاکسازی اماکن عمومی خبر داده. به گفته او، اولین محل حضور آتش نشانان در میدان تربار قزل قلعه بوده که برای ضدعفونی به آتش نشانان سپرده شده. به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، ضدعفونی ایستگاه‌های مترو، BRT، میدان‌های فروش میوه و تربار از برنامه ماموران آتش نشانی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران همچنان اجرای بندهای اصلی توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهان مشهور به برجام را نقض می‌کند. مدیر کل آژانس در تازه‌ترین گزارش فصلی خود به شورای حکام آژانس گفته که میزان خلوص غنی‌سازی و مقدار ذخایر آن از بندهای نقض شده توافق برجام است. آژانس همچنین گفته که ایران اجازه نداره که بازرسان این نهاد از دو مرکز اعلام نشده بازرسی کنند و از پاسخ به سوالها در مورد فعالیت‌هایش در این دو مرکز تفره می رود. و دو نماینده مجلس شورای اسلامی در ایران گفتند که آیت الله علی خامنه‌ای برای ارسال لایحه تصویب نشده بودجه سال 1399 کل کشور به شورای نگهبان حکم حکومتی داده است. عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، و اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، گفتند که علی لاریجانی، رئیس مجلس، حکم حکومتی را از آقای خامنه‌ای گرفته. همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات بودجه سال 1399 کل کشور را رد کرده بودند. همچنان با چشمانداز بامدادی هستید در بامداد چهارشنبه 14 اسفند 4 مارس از رادیو بی بی سی در لندن. در اینجا نگاهی تازه داریم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان در این برنامه تا این لحظه. در حالی که بازارهای سهام جهانی در پی گسترش ویروس کرونا بدترین روزهای دو دهه گذشته را سپری می‌کنند، بانک جهانی خبر داده که برای کمک به کشورهای در حال توسعه‌ای که برای جلوگیری از گسترش این ویروس با مشکل روبرو شده‌اند، بودجه کمکی معادل 12 میلیارد دلار در نظر گرفته است. در ایران دیروز شاهد جهش 55% در تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در یک روز واحد بودیم. وزارت بهداشت ایران از مرگ 77 تن و از افزایش شمار مبتلایان به حدود 2400 تن خبر داد. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود میگوید که در نارامی های آبان ماه گذشته ایران دست کم 23 کودک و نوجوان به دست نیروهای انتظامی کشته شدند. و رأی گیری اعضای حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در 14 ایالت آمریکا برای انتخاب نامزد این حزب در انتخابات نوامبر به پایان رسیده. جو بایدن و برنی سندرز در رأس این مساف هستند. تا لحظات دیگر سراغ آمریکا رو خواهیم گرفت، چون حالا از میانی برنامه هم عبور کردیم. تا حدی بگم که به همین موضوع آخر که اشاره کردم، انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا در 14 ایالت برای پیشبری نامزدشون در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر خواهیم پرداخت. از یک استعداد خارق‌العاده ریاضی در افغانستان هم خواهیم گفت و دل به ساز و نوا می‌زنیم. آلبوم The Slow Rush یا شتاب کند از تیم ایمپالا و دیگر ستاره های جدول پرفروشترین آلبوم های بریتانیا تا حدود فکر کنم 17 دقیقه دیگه، امیدوارم با ما بمونید. اینجا یک گزارش الهام بخش داریم از همکارم الهام کریمی از افغانستان درباره یک کودک 9 ساله در افغانستان که این روزها به خاطر استعداد خارق‌العاده‌اش زبان زده مردم شده. او معادلات ریاضی را بدون بهره برداری از ماشین حساب پاسخ می‌گوید. حل معادلاتی همچون ضرب، تقسیم، توان و جذر سرگرمی این روزهای این نوجوان شده. همکارم الهام کریمی در کابل به دیدن این کودک رفته. احمد شهید صبوری هستم، متعلم صنف سوم در یک از مکاتب خصوصی شهر کابل. شهیر شاید معادلات پیچیده سیاسی و امنیتی افغانستان را حل نکند، اما دست بالایی در حل کردن معادلات ریاضی دارد، مضمونی که برای بسیاری از دانش آموزان مغلق است، اما برای او موضوع طور دیگری است. 1 8 6 8 2 8 6 3 2 3 5 8 4. مادر شهیر میگوید یک ماه پیش متوجه توانایی خاص او شد. دیگر طفلا موبایل میگیره به حساب
گیم میکنه چی میگه ای که موبایل میگرفتم ماشین حسابش چی میکرد ضرب کار میکرد باز یک دو روز عمت ماماندمش گفتم باش دیگه بچه چی میکنه روز سوم پدرش از وظیفه اومد و پدر جانش چی کردم که بچه شهیر سوالهای ریاضی را سریع در ذهنش حل میکند بدون هیچ کاغذ و قلمی فکر میکند تمرین راز کارش است وقتی که از من سوال میکنه ذهن با آماده جواب دادن میشه پاسخ دادن سریع به سوالاتی از جمله ضرب، تقسیم، توان و جذر باعث شده تا دوستانش او را ماشین حساب صدا بزنند 750 ضرب در 26 19500 دیگه چه عددی میتونن که ضرب بشن که 19500 شد 375 ضرب 52 آفرین دیگه 187 ضرب 104 جذر 576 24 3969 63 شهیر مثل هر کودک دیگری زندگی عادی دارد با همسن و سالانش بازی می کند گاهی به آنها درس می دهد اما بیشتر وقتش را صرف یادگیری می کند 8 + 6 = 14 + 4 = 1 + 4 = 5 با وجود شرایط سخت آموزش، نصاب تعلیمی نامناسب و نبود امکانات کافی، خانواده این پسر استعداد او را نعمتی می دانند که آنها را به آینده امیدوارتر می کند. 6 + 9 = 54 همطور گفتم گزارش بسیار الهام بخش جالبی بود از همکارم الهام کریمی از کابل اینجا برگردیم به ایران و حکم حکومتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان این کشور برای تصویب بودجه سال 1399 ایران که پیشتر به اون اشاره کوتاهی داشتیم با روزنامه‌های صبح امروز تهران به روایت فرشته غازی بررسی روزنامه تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با حکم حکومتی بودجه از شرق تعیین تکلیف بودجه 99 با حکم حکومتی از ایران و در نهایت هم به اندازه ماسک و الکل به امید و شادی نیاز داریم از همدلی. خب خانم قاضی دو مطلب اول این بخش از بررسی مطبوعات هم با کرونا مرتبطه هرچند ارتباط جنبی داره کرونا بود که در واقع باعث شد که رهبر جمهوری اسلامی با صدور یک حکم حکومتی بودجه سال 99 رو تایید بکنه. حکم حکومتی بودجه از روزنامه شرق در این باره چه میگه؟ روزنامه شرق نوشته که شبه کرونا آنقدر بر سر بهارستان سنگینی کرد که حتی رئیسی مجلس چاره ای جز از سوال از رهبر جمهوری اسلامی ندید در حالی که کلیات لایحه بودجه به نوشته این روزنامه در آخرین جلسه علنی با اجماع نمایندگان رد شده بود با همگیری کرونا عزم هیئت رئیسه برای تصویب بودجه از گذرگاه اصل 85 قانون اساسی جذب شد اصلی که طبق اون مجلس میتونه اختیار قانونگذاری رو در مواردی خاص به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کنه اما طبق آیین‌نامه استفاده از همین اصل هم نیازمند رأی نمایندگان و در نتیجه برگزاری جلسات علنی بوده به همین دلیل بود که علی لاریجانی در نامه‌ای به رهبری نوشت که هیچ یک از راه‌های مورد نظر برای تصویب بودجه بدون اذن رهبری ممکن نیست روزنامه ایران ارگان دولت هم به همین موضوع پرداخته در مطلب تعیین تکلیف بودجه 99 با حکم حکومتی چه نوشته؟ روزنامه ایران اشاره کرده که این اولین بار اتفاقی در چنین سطحی رخ میده اینکه با حکم حکومتی لایحه بودجه از مجلس میره شورای نگهبان و نوشته کمتر کسی فکر میکرد اوضاع کشور در هفته‌های پایانی سال اینگونه با ویروس جدید پیچیده بشه فشار تحریم‌ها افت فروش نفت و سخت‌تر شدن مبادلات بانکی و مالی کشور اونقدرها جدی بود که مسئولین و خصوصا دولتی‌ها را از کشیده شدن کار تصویب بودجه به سال بعد و شروع سال 99 بدون داشتن قانون بودجه نگران بکنه نگرانی که رد کلیاتش و پس از اون تعطیلی جلسات مجلس جدی تر کرد اون هم در حالی که بحث تشکیل مجلس جدید و نبود وقت برای مجلس فعلی هم مطرحه در چنین شرایطی حالا با دستور رهبری با حکم حکومتی آقای خامنه ای آغاز سال 99 بدون قانون بودجه نخواهد بود و مشکل دیگری برای اداره کشور بر مشکلاتی نظیر تحریم اضافه نخواهد شد یه مطلب متفاوت هم داریم از روزنامه همدلی هرچند این یکی هم مربوط به کروناست اما از بعدی دیگر نوشته به اندازه ماسک و الکل به امید و شادی نیازمندیم. روزنامه همدلی اشاره کرده به نوعی به ویدیوهایی که منتشر شده از
رقص و شادی پرسنل بیمارستان، پزشکان یا پرستاران یا کارمندان بیمارستان و همچنین در واقع کمپینی که شکل گرفته و مردم در شبکه‌های اجتماعی دارن عکس‌هایی با لبخند منتشر می‌کنند. همدلی نوشته که مشاهده تلاش ایثارگرانه برخی از پزشکان، پرستاران و حتی برخی از مردم عادی که صاحب ذوق و هنری هستند در جهت زدودن غم از سر و روی بیماران دردمند نشون میده که شادی و امید به اندازه ماسک و الکل و مواد شستشو برای بیماران و البته فضای عمومی کشور الزامیه. خب اینم نگاه فرشی قاضی بود به روزنامه‌های صبح امروز چاپ تهران. و اما در این لحظات که با هم صحبت می‌کنیم در آمریکا ابر سه‌شنبه یا سه‌شنبه بزرگ یا آنطور که در اونجا می‌گویند سوپر تیوزدی جریان دارد. در واقع رأی‌گیری پایان یافته و شمارش آرا جریان دارد برای انتخاب نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در 14 ایالت آمریکا. تمام این رأی‌گیری‌ها در 14 ایالت تمام شده. از همکارم خشایار جنیدی در واشنگتن که این رویداد رو دنبال می‌کنه از نزدیک و حال با ماست، می‌خوام که جزئیات اون رو بپرسم. خشایار، تازه‌ترین نتایج این رأی‌گیری حزبی چه بوده و چه کسی خوشتر درخشیده؟ داریوش، آخرین ایالتی که انتخابات در اون تمام شد ایالت کالیفرنیا بود، ایالتی که بسیار مهم هست در این روز، و دقایق پیش در حوزه های رأی‌گیری در اونجا بسته شد. هرچند در حوزه هایی که رأی‌دهندگانی هنوز تو صف هستند رأی‌گیری ادامه داره. اما اون چیزی که در رأی‌گیری‌ها در رقابت های داخلی حزب دموکرات در 14 ایالت در سراسر آمریکا شاهد بودیم در سه شنبه بزرگ، پیشتازی بر رقابت جو بایدن معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و برنی ساندرز سناتور چپگراست. این دو کسانی بودند که بر اساس پیشبینی‌های اولیه، نتایج اولیه که اعلام شده در ایالت‌های مختلفی توانستن پیروز بشن. ولی آیا معلوم هست که کدومی که از اینها، جو بایدن یا آقای ساندرز، کدومی که از اینها جلوتر هستن فعلا؟ اجازه بدید من اینو توضیح بدم که در کدوم ایالت‌ها نظر تعداد ایالت برندن، ولی بعد از اون توضیح میدم که از جهت امتیازبندی که در سطح ایالت‌ها هستن به چه صورت خواهد بود. آقای بایدن در ویرجینیا، آلاباما، کالونای شمالی، تنسی، اوکلاهاما، آرکانسا و مینوسوتا برنده پیش بینی میشه برنده بشه، و آقای برنی ساندرز در سه ایالت تا به اینجا اعلام شده که پیش بینی میشه که برنده هست: کلرادو، ورمونت، یوتا. اما اون چیزی که در انتخابات درون حزبی مهم هست این هست که هر ایالت بر اساس جمعیتی که داره یک امتیازی داره، یک هیئتی اعزامی رو به کنوانسیون حزب میفرسته که یک تعدادی عضو داره. دو ایالت بزرگ در این روز سه‌شنبه بزرگ کالیفرنیا و تگزاس بودن که رقابت در اونها بسیار نزدیک هست و بیشتر امتیازها مربوط به اونها هست. اما در مجموع پیش بینی میشه که آقای ساندرز و آقای بایدن با توجه به پیشتازی که آقای ساندرز قبلا هم داشته در 4 ایالتی که قبلا انتخابات داخلی در اونها برگزار شده، رقابتشون تقریبا نزدیک باشه و هر دوی اونها به اون حد نصابی که لازم داشته باشن که با خیال راحت بخوام بگم پیشتازن نرسند. جالب این که آقای مایک بلومبرگ، شهردار پیشین نیویورک که یک میلیاردر هست و بیشتر از نیم میلیارد دلار از ثروت شخصی خودش رو وارد این انتخابات کرده بود برای تبلیغات، پیروزی چندان درخشانی در این انتخابات به دست نیاورده. صرفا در جزایر ساموای آمریکا که در اقیانوس کبیر هستند، یک منطقه تحت حاکمیت آمریکاست، ایالت نیست، تونست پیروز بشه که چندان اهمیتی نداشت، ولی در کل درخشش چندانی نداشت. و نفر بعدی هم خانم الیزابت وارن بود که حتی در ایالت خودش ماساچوست، البته هنوز نتیجه ماساچوست مشخص نیست، ولی در اونجا هم نتونسته دست برتر رو داشته باشه. خب خشایار، میشه حالا یکم بیشتر از خود من اضافه کنم؟ الان همکارم بهم توضیح داد، آقای اسلام فرزانه، که در ماساچوست همین الان اعلام شد که جو بایدن فعلا پیشتاز است. ایشون اونجا هم پیشتاز شده. ولی درباره خود این روز سه‌شنبه بزرگ صحبت بکنیم خشایار، که این چه اهمیتی داره، تا کجا در واقع مهم و کارسازه و چه تأثیری بر فرایند انتخابات داره در کل در آمریکا؟ در همه ایالت‌های آمریکا انتخابات درون حزبی مقدماتی برگزار میشه که در نهایت احزاب بتونن تکلیف خودشون رو مشخص کنن که چه کسی نامزد اونها در انتخابات ریاست جمهوری است. تکلیف جمهوری‌خواها مشخص است. انتخابات درون حزبی جمهوری‌خواهان هم همزمان برگزار میشه در بیشتر ایالت‌ها، ولی قطعیت داره که آقای ترامپ نامزد اونها خواهد بود. اما در مورد دموکرات‌ها متفاوت است. تعداد زیادی افرادی از حزب دموکرات اومدن اعلام و آمادگی کردن که داوطلب نامزدی هستند.
تا به اینجای کار حساب رسیده به 4-5 نفر، بقیه حذف شدند. در یک ماهی که برگزار شده این انتخابات، سه شنبه بزرگ شاهد برگزاری انتخابات در 14 ایالت بودیم، 4 ایالت هم قبلا. اما اون چیزی که مهم هست این هست که اینها باید بتونن 1991 امتیاز در سطح ایالت‌ها از جهت تعداد سهمی که از هیئت‌های اعزامی می‌گیرند به دست بیارن. تا به اینجای کار مشخص هست، گمانه‌زنی هست البته، کاملا قطعیت نداره، که آقای بایدن با 300 خورده امتیاز و بعد از او با اختلاف کمتری آقای سندرز قرار دارن بعد از رقابت‌های سه شنبه بزرگ. در کل 40% امتیازها و آراء مربوط به که کمک میکنه به مشخص شدن نامزد حزب در این سه شنبه بزرگ مشخص میشد، که تا به اینجای کار نشون میده که آقای بایدن و آقای سندرز رقابتشون بسیار نزدیک هست، هرچند که منتظر مشخص شدن نتیجه انتخابات در تگزاس و کالیفرنیا باید باشیم. این دو ایالت امتیاز بسیار زیادی دارند و میتونن خیلی مهم باشن در اینکه نشون بده که آقای بایدن یا آقای سندرز چقدر از هم اختلاف دارن و کدومشون در نهایت جلوتر هستن. با همه این حرفا انتخابات درون حزبی ادامه داره، روز آخر نیست، امروز در ایالت‌های دیگری هم ادامه خواهد داشت و در نهایت در تیر ماه شاهد این خواهیم بود که در کنوانسیون ملی حزب دموکرات نامزد مطلوب این حزب اعلام خواهد شد. سپاسگزارم خشای جنیدی، البته تو رو در ساعت دوم برنامه هم خواهیم داشت. همونطور که متوجه شدیم خبرهای تازه از این سه‌شنبه بزرگ همچنان داره میرسه، حتی در حال مصاحبه زنده که خشای جنیدی با ما داشت، سام فرزانه همکار دیگرمون خبرها رو میرسوند و از جمله گفت که جو بایدن در ماساچوست هم برنده شده. در ساعت دوم برنامه دوباره به خشای جنیدی برمیگردیم تا تازه ترین ها رو از ابر سه‌شنبه یا در واقع سه‌شنبه بزرگ دموکرات های آمریکا برای ما برسونه. و اما اینجا فرصت بسیار البته کوتاه هست، ولی تلاش میکنم که به پیام های شما تا حدی که امکان دارم برسم. نسرین نوشته که از 25 اسفند، اشاره کرده به صحبت های آقای پزشکیان، که از 25 اسفند خیابان ها در ایران شلوغ میشه و مردم در حال خرید برای عید میشوند و از این لحاظ یک دفعه احتمال داره که کرونا گسترش بیشتر داشته باشه. لغمان گفته که 40 سال سن کردم، 25 سالش خارج از ایرانم، هیچ کشوری هیچ سیستمی رو ندیدم حتی در تاریخ دیکتاتوری های دنیا که چنین حاکمیتی داشته باشد و چنین ظلمی رو بر ملت خود روا ببیند. میسم در تلگرام نوشته که مقام های بریتانیا که یک کشور پیشرفته محسوب می شود، حتی قبل از اینکه کرونا در کل کشور فراگیر شود، اعلام کردند که ممکنه 80% مردم مبتلا بشوند و حدود 500,000 نفر کشته بشوند، فقط به خاطر اینکه آمادگی مردم و دستگاه‌های زیربط را قبل از وقوع فاجعه بالا ببرند. اما در ایران مقام‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند که این ویروس را کم اهمیت جلوه بدهند، که در این شرایط قطعاً مردم قربانی اطلاع رسانی نادرست و غلط خواهند شد. خیلی خیلی ممنون از پیام‌هایی که برای ما می‌فرستید. باز هم کرونا در ورزش، این بار موضوعی که این روزها سرآغاز بخش‌های ورزشیمون شده. به نظر می‌رسد که 4 مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی و جام ملت‌ها به تابستان و پاییز آینده موکول شده و این پیشنهاد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا یه چند روز آینده با فیفا مطرح و در صورت توافق اجرایی خواهد شد. پویا ژافره میگه خبرهای داغ دیگه هم در این زمینه داریم. بحث این هست که خانم هاشیموتو وزیر ورزش، وزیر المپیک ژاپن، در پارلمان این کشور وقتی که با نمایندگان پارلمان ژاپن صحبت میکرد، سوالی مبنی بر دیرتر برگزار شدن بازی المپیک 2020 توکیو مطرح شد و این احتمال رو رد نکردن، گفتن که احتمالش هست. در قراردادی که بین کمیته بین‌المللی المپیک IOC و کمیته برگزار کننده در ژاپن بسته شده، به نظر میاد که تصمیم نهایی با IOC کمیته جهانی المپیک باشه، ولی خب اینها با همدیگه کار میکنند و الان بحران کرونا در ورزش جهان یک چیزی هستش که فراگیره.
احتمالش زیادی که مسابقه های المپیک در تاریخ دیگه برگزار بشن، نه در مرداد ماه، و به تب پارا المپیک هم عوض خواهد شد. همین الان هم که داریم صحبت میکنیم، یک تعداد از مسابقه های ورزشی که انتخابی بازی های المپیک هستن دارن دیرتر از موعد مقرر خودشون برگزار میشن یا اصلا هنوز برگزار نشدن با وجودی که برنامه ریزی شدن. از طرف دیگه کنفدراسیون فوتبال آسیا به نظر میرسه که بازی های انتخابی جام جهانی رو به خصوص برای تیم های شرق آسیا و حالا از جمله ایران با وجودی که در غرب آسیا است، ولی که وضعیت کرونا در ایران به حدی هست که تیم های دیگه نخوان مسافرت بکنن در این مقطع ایران، به نظر میاد که بازی های انتخابی جام جهانی 2022 قطر که انتخابی جام ملت های 2023 چین هم هست، این چهار تا مسابقه ای که حالا ایران پیش رو داره اینا برای شنوندگان ما مهمتره. دو تا مسابقه قرار بود در فروردین ماه جلوی کامبوج و هنگ کنگ برگزار بشه، هنگ کنگ در تهران و کامبوج در خارج از خونه، و دو مسابقه هم در خرداد ماه مقابل بحرین و عراق که اون دو تا هر دو تا در تهران بودن. با توجه به اینکه همین امروز یه تعداد از مسابقه های لیگ قهرمانان آسیا برگزار نشدن، دیروز هم از جمع 8 مسابقه که قرار بود برگزار بشه فقط یک بازی برگزار شد، روز قبلش هم از هفته سوم میشه گفت فقط کلا 2 تا بازی برگزار شدن، تیم های ایرانی که اصلا بازی نکردن. بنابراین کنفدراسیون در عین حال که داره فکر میکنه به انتخابی جام جهانی، بعد یه فکری به مسابقه های باشگاهی هم بکنه، و اینا رو که بذاریم رو هم دیگه میبینیم که تو تقویم فوتبال جایی نیست به جز روزهای فیفایی که در تاریخهای بعدی وجود دارن. بنابراین اگه که از من میپرسید، فکر میکنم شهریور ماه و مهر ماه تاریخ هستن که اون چهار مسابقه دوتاشون در شهریور و دوتا هم در مهر ماه برگزار خواهد شد. دریغ که دیگه هیچ زمانی نمونده تا میکروفون رو در اختیار شما بذارم با پیام‌هایی که برامون فرستادین. و اما چهارشنبه است و پایان چشم‌انداز بامدادی موسیقایی است. نگاهی به برترین آلبوم‌های موسیقی پاپ بریتانیا از شیداس پکاویانی. سلام به برنامه این هفته، خوش آمدید. Gold finger, he's the man. آهنگ گولد فینگر از شیرلی بسی. آهنگ گولد فینگر از شیرلی بسی یکی از محبوب ترین آهنگای فیلم های جیمز باند در طی 5 دهه گذشته. موسیقی ساخته جان بری در سال 1964 و ترانه از لزلی بریکس و آنتونی نیولی. جای تعجبی که آهنگ تنها آهنگ موفق شیرلی بسی در آمریکاست. در اون سال به رده 8 جدول آمریکا رسید و 21 جدول بریتانیا. با این حال اگر شانس نبود، ممکن بود که آهنگ هیچ وقت ضبط نشه. وقتی تهیه کننده فیلم هری سولتمن آهنگ رو شنید، گفت این بدترین آهنگی است که در عمرم شنیدم. اما چون اکران فیلم خیلی نزدیک بود، دیگر وقت نبود آن را جایگزین کنند. فیلم گولد فینگر سومی در سری فیلم های جیمز باند بود و اولی که یک آهنگ برای شروع فیلم داشت. این استاندارد همه فیلم های بعدی شد. به استثنای موسیقی جان بری، اینجا باید شیرلی بسی را ستود. فقط او قادر بود که آهنگی با عنوانی موسیقی و ترانه شاید مسخره را به همچین جواهری تبدیل کنه. خب این هفته جدول آلبوم های پاپ. آلبوم The Slow Rush از تیم ایمپالا شماره 14 یا ضرب سقوط.
یا کوین پارکر، خواننده و نوازنده و تهیه کننده استرالیایی، 5 سال بعد از آخرین آلبوم بسیار موفقش Currents، آلبوم The Slow Rush رو راهی بازار کرده. در طی این 5 سال با چاوی سکات، کانیه وست کار کرده، در کلی فستیوال اجرا داشته و حتی ریانا آهنگش رو کاور کرده. آلبوم جدید مخلوطی از بی جیز، سایکدلیک، فانک و دیسکو. تا به حال در اسکاتلند سردشین بوده، در آمریکا، سوئیس، کانادا سوم. I know you're in love. Got me up the mark with the extension. And me up the money for your extensions. Got me like your hair longer than my gun. آلبوم بیگ کانسپیرسی از جی هاس شور 11 یک قدر سقوط girl had the French braids. I had a crush on her since back a day. She said her usna needs a bandage. After I come round and gave her a 12 gauge. We tried to call my phone but it was engaged. I was with my little mama, she was honey glazed. I've been crushing on her since back then. Just the other day I gave her a Mac 10. دومین آلبوم جی هاس، رپر بریتانیایی، 4 هفته پیش سردشین بود. جی هاس معروفه برای آوردن افریکن R&B به صحنه موسیقی گرایم و دنسهول. روی این آلبوم هم برنده جایزه گرمی کافی، MC موسیقی دنسهول و برن بوی ستاره موسیقی افروبیت با او همکاری کرده. آلبوم میس انتروپوسین از گرایم شماره 10 تا دوباره. خواننده و تهیه کننده کانادایی، این پنجمین آلبومش 10 ساله که در حال فعالیته و اکثرا تهیه های تجربی به کار برده برای آلبوم هاش. آلبوم میس انتروپوسین به گفته خودش آلبومی مفهومی است، یک کانسپت آلبوم. در اون هر آهنگ به یک جنبه انقراض بشر میپردازه. آلبوم در کانادا 4. Prepared for fame, then everybody knew my name. No more lonely nights, it's all for you. Album Ordinary Man has Ozzy Osbourne. Should we say, pause about it? I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that. دوازدهمین آلبوم اوزی اوزبورن تهیه شده اندرو واس، تهیه کننده کاردی بی و جاستین بیبر. اوزبورن با اینکه اخیراً اعلام کرده که مبتلا به بیماری پارکینسون هست، در 71 سالگی هنوز در کنترل. خب قبلی ها 9 امینم، 8 اچران، 7 جاستین بیبر، 6 هری ستایلز، 5 سومزی، 4 بیلی آیلیش، از 2 لوئیس کپلدی رد می کنیم. این هم سردشین این هفته. آلبوم Map of the Soul 7 از BTS پر فروش دهیم. آلبوم بریتانیا بله BTS روی 7 نفره کره‌ای کولاک کردن، به دومین آلبوم سردشینشون در بریتانیا دست یافتن. Map of the Soul 7 بیشترین فروش هفته اول امسال رو داشت، با فروش 38,000 نسخه از آلبوم امینم پیشه گرفتن که 32,000 نسخه فروش داشت. آلبوم در حال حاضر در 16 کشور دور دنیا سردشینه. خب پایین برنامه گوچه فرید.
sarıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum baksana kanım, yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vuruldum vuruldum baksana kanım, yerde mi kalacaktı? آهنگ درلدم درلدم از اکبابا اکلیسی هفته آینده خدا نگهدار. یک برنامه شوخ و شنگ قشنگ دیگه بود از شیداز کاویانی. به پایان ساعت اول چشم انداز بامدادی رسیدیم. در ساعت دوم برنامه که با خبرهای تازه شروع میشه اینا هم بگم که به آمریکا برمیگردیم با تازه ترین ها از انتخاب نامزد حزب دموکرات آمریکا در انتخابات نوامبر. به همراه محمد سباهی و فرج بلفکن از همراهی تک تک شما سپاسگزارم.